رهبری دولتی تاجیکستان امولی رحمان ضمن سفر رسمیش در ولایت مستقل کوی بدخشان در نزد ساکنان رایان ونج برآمد نمود. در دفتری مطبوعاتی امولی رحمان سخنرانی او چاپ و نشر گردید که از آن جمله چنین گفته است: بعضی کشورها هستند که گروه های مسلحانه تروریستی و اکستریمیستی عملهای خرابی آور خود را انجام می دهند. در این روزهای حساس و پرمشقت هر یکی ما باید صلح و ثبات کشور و دستاورده های بزرگ مردم تاجیک را قدر کنیم. ما باید استقلالی ملی خود را محافظت نماییم، دائما برای پایندگی صلح و ثبات و وحدت ملی کوشش نماییم. راهبری کشور قید کرد که برای نائل گشتن و مقصدهای ملی دائما با دقت باید بود تا که ملت را از هر گونه ناآرامی‌های گوناگون محافظت کرده شود. منفعت‌های ملی و دولت یکی از مفهوم‌های مقدس به شمار می‌رود. بنابر این من به همه راهبران، مسئولان، والدان محترم، شخصان نفوذناک و شخصان با اعتماد دهی از غلام مراجعت کرده می‌گویم که جوانان را از راه‌های کج و همراهی با گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی باز دارند. وقتی آخر اونلی رحمان در هر یک سفری کوریاش در هر یک منطقه موضوع موجودیت تهدید اکستریمیسم و تروریسم را تاکید کرده میگذرد، همزمان دائما به ناآرامی های دیگر کشورهای اسلامی اشاره میکند. معلوم است که او همه طرفه مردم را از درآمدین فکرهای بیگانه آگاهی میدهد و عاقبت های درآمدین فکرهای بیگانه این جنگ و برهمخوری آرامی مردم میباشد. دستگیری نظام موجود باشد یکی از کارهای ثواب به شمار میرود، چه قدر سطح زندگی پست باشد هم. با این نظام سختگیری خود را نسبت اسلام و مسلمانان سفید کرده، فکر مردم را از معماهای اساسی و حقیقت به دیگر طرف تافته میماند.